مخاطبین نهایت عزیز صفحه مجازی فیسبوک شبکه جنرال تلویزیون آریانا سلام و وقتتان بخیر سلام و گرم مرا پذیرا شوین آرزو میکنم در هر گوشه از دنیا که هستین خوب و خوش و سر حال و دور از گزند روزگار در پناه خداوند منان باشین ما امروز با هم لحظات لایف آمدیم تا در رابطه با برنامه های شبکه جنرال تلویزیون آریانا و تلویزی مخصوصا برنامه زیبای نیمه روز براتون معلومات ارائه کنیم تا شما هم بدانید که برنامه نیمه در طول هفته کدام ساعت نشر میشه کدام بخش در خود داره و همچنان نظریات نیک با ما شریک بسازین باید گفت که برنامه نیمروز امروزه از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر به صورت مستقیم مستقی از طریق شبکه جانی را تلویزیون آریانا تقدیم حضور علاقمندان میشه و هم روزه ما راست ساعت سی و سی دقیقه از صفحه فیسبوک و برنامه همچنان لایف میشیم و در پیوان به پستی که به اشتراک گذاشته میخوایم نظریات شما عزیزان رو بخواد داشته باشه چون نظریات شما در پیوان با موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم خیلی عایز اهمیت است و ما را میتونه کمک کنه تا ما بدانیم که شما چه نظریات دارین در رابطه با مشکلاتی که امروز دامنگیر خانواده ها هست و مشکلاتی که خانواده را آزار قرار اگر راه حل درست و منطقی را ما از دید شما بدانیم بدون تردید میتونه خانواده ها کمک کنه تا مشکلات حل کنه چون که هر خانواده البته شیوه و نظر خاص خود و هر فرد مخصوصا نظر خاص خود در رابطه با حل مشکلات در زمانی که چند نظر و چند دیدگاه یک جا میشه میتونه که ما را و یا هم مشکلات ما را بهتر و خوبتر حل بسازه و همچنین در برنامه نیمه روز که از روز شنبه تا پنج شنبه به صورت مستقیم از طریق شبکه جنرال تلویزیون آریانا نشر میشه بخش ما تعداد مختلف در ما از الف تا زندگی خانوادگی را در این برنامه گنجانیدیم و میخوایم که به معلومات شما خانواده عزیز و بینینده های نهایت محترم بیفزاییم ما بخش البته معلوماتی داریم در رابطه به انواع غذاها و شیوه بهتر تغذیه چرا که تغذیه نقش خیلی ارزنده در سلامت ما داره و در ای که ما بهتر خوبتر عمرات روزمره را رو پیش بریم بدون ترتیب نیاز داریم که تغذیه سالمتر خوبتری داشته باشیم بنابراین ما بسای معلوماتی به نام فواید در برنامه داریم و همه روزا نشر میشه بخش تدبیر منزل داریم برای او خانم های خوش ای که همیشه به زیبایی و به خاص بودن دیکور داخلی منزل خود می سنجن و یا هم می اندیشن در ضمن ما بسته برای صحت شما هم داریم با تحت عنوان وقایع و چرا که میگن وقایع بهتر و هم ارزان تر از مالجه هست دکتر صایبای نهایت محترم در رابطه با وقایع بیماری های مختلف و ما توصیه دارن در ضمن مهمانای نهایت محترمی هم در استودیو ما ما می باشن که پیرامون موضوعات مختلف خانوادگی و مشکلات و چالش های خانواده ها بس های مهمی را باشان دنبال میکنیم و همچنان باید گفت که بخش تصویر نیمه است که ما از ولایت مختلف افغانستان برای وید از زانی که دور از وطن هستن و یا از که اصلا وطن عزیز ما افغانستان ندیدن از ولایت مختلف افغانستان معلومات و بسای تصویری اومدن میسازیم تا اونا هم با ولایت مختلف افغانستان آگاهی حاصل کنند و در رابطه به اینکه افغانستان داره چند ولایت است کدام ولایت در کدام نقطه افغانستان موقعیت داره مردمش با کدام فرهنگ زندگی میکنن با چی مشکلات و چالش های زندگی میکنن معلومات حاصل میکنیم پس شما هم میتونید نظرات و دیدگاه های تنه امی از طریق صفحه فیسبوک با ما در میان بگذارید و اگر شما میخواین که بخش های جالبتر و بخش های تر از طریق شبکه جانی را تلویزیون آریانا بیننده و شنونده باشین بازم دریغ نورزین و امی لحظه با ما پیام کنین و ما هم پیام شما رو میگیریم و دیدگاه شما رو به خالص میگیریم تا که دیدگاه های نیکتان گیری گوش های رای ما باشه ما بتانیم برنامه های بهتر خوبتر را برای شما ازن و خانواده نهایت عزیز محیا بسازیم باز هم پیام های زیادی در برنامه دریافت کردیم و بیننده های ما پیام ها و کامنت های زیادی را گذاشتن که یکی یکی به خانش میگیریم محمد جان نوشتن سلام تشکر زنده باشین نواب جان غفوری هم گفتن سلام خوبین تشکر زنده باشین خوب هستم یک چیز فراموش نکنم باید بگیم که شما وقتی پیام میگذارید نامتان و همچنین از کدام کشور مخاطب ما هستین میشورم بنویسیم تا ما بدانیم که از کجا در این لحظات از نیمه روز بیننده بعدی مالی جان گفتن کامنت ات تشکر زنده باشین لطفا شما من شروع کردم بخواندن بینده بعدی ما گفتن محمد جان هستن گفتن سلام روز شما بخیر تشکر زنده باشین علی جان هم سلام فرستاد و همشون نیلیاس جان گفتن سلام صبح زیباتون بخیر تشکر از ما تقریبا دیگر چاشت از صبح نیست فکر کنم در کشور به سر شاید در اروپا باشن که اونجا صبح است. صبح شما هم بخیر و لحظات اوقات خوبی داشته باشید بینده بعدی ما گفتن سلام صبح بخیر از فرانکفورت سرد سرد خب جرمنی اتمن سرد است برفاری است تشکر میکنم کنم از اینکه مخاطب ما سین در یوای سرد روزو می کنم قلب شما با گرمای محبت گرمتر باشه و عزیز سردی در این زمان خداوند باشین تاج الدین جان محمدی هم گفتن سلام روسان بخیر زنده باشین مصطفی جان حکیمی هم گفتن سلام گرم به شما و همکاران عزیز شما به تمام ملت شریف افغانستان تشکر زنده باشین عبدالجان هم گفتن که سلام زنده باشین عبدالجان فیاض جان هم گفتن سلام تشکر زنده باشون از اینکه بیننده برنامه ما هستین عبدالجبار بازم گفتن سلام روز شما بخیر علی جان گفتن چرا برنامه شما در یوتیوب نیست بیننده عزیز حتما برنامه ما در یوتیوب است شما میتونید صفحه فیسبوک و همچنین یوتیوب برنامه شبکه جنات لیسنر را ساری ببینید برنامه همین روز همه در یوتیوب است و شما میتونید تمام بخش های ما را از طریق یوتیوب بیننده باشین بیننده بعدی ما گفتن سلام بانو یک عامل سوی تغذیه را برای بگین چون که برادرزاده من نان نمیخورد و بسیار خرد مانده تشکر زنده باشین حتما من, من میگم صاحب نظرای برنامه و فرسای بای تغذیه که در برنامه داشتیم حتما برشان در رابطه بعد تغذیه معلومات ارائه خواهند کرد اما یک عامل که کودکان کمیشی هستن و میتونن که به کمیشی کودکان نقش رو بعضی عاملهای روانی است. و باید والدین در این قسمت از یک روانشناس کار بیرن و ببینن که کودکانشان چرا البته نه نمیخورم و یا اشتیا دارم و همچنین کم خونی هم میتونه عامل دیگری برای کم اشتیای کودکان باشه و به این ترتیب اونا کم نان بخورن و زود نکنن پس شما کوشش کنید به یک دکتر داخلی اطفال مراجعه کنید حتما کودکان شما یا طفل شما یا برادر زاده قندولتان میتونه که ساعتیاب شود و دوباره نان بخوره ببینید بعد ما گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکات عتیق الله شا از لندن تشکر عتیق جان که بیننده برنامه ما از لندن هستین گل حسین ظفری هم گفت سلامون و احترامات و گل حسین لا پکتیا پکتیکا تشکر زنده باشین تشکر که بیننده برنامه ما در پکتیکا هم هستید بیننده بعدی ما گفتن آمو از امریکا مهربان تشکر زنده باشین اموجان که بیننده برنامه ما از امریکا سین و فکر کنم در امریکا شاید شب باشه بس شما پس شبتان بخیر محمد قاسم بشر هم گفتن السلام علیکم و رحمت الله تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما گفتن السلام علیکم لسیودن عربستان عزیز الله تنها تشکر زنده باشین که بیننده برنامه ما سین بازم دریا جان آمو گفتن اینجا چهار صبح هست از شما چشم بخیر تشکر زنده باشین خوب است که تای ما گفتین ما فهمیدیم که حال در امریکا کدام تایم هسته و چقدر شما سرخیز هستین نام خدا چهار صبح بیدار شدین یا سرکار میرین یا هم نماز میخوانید به هر صورت مینو دی بعدی ما گفتن سلام خواهر عزیز خوبین علی اکبر هستم از کویتی پاکستان تشکر زنده باشین ما شکر خوب هستیم امروز میکنم شما هم خوب باشین در هر کجای از دنیا که هستین و زندگی و لحظات به کامتون باشد بیننده بعدی ما گفتیم که گفتن که سلامون او نیکیلی تشکر محمد جان سلامای ما و روزای نیک ما را هم با پذیرا شوین و تشکر از اینکه با ما هستین بیننده بعدی گفته چرا در برنامه خوارخوانده نیستی خب برنامه خوارخوانده یک فصل داشت ما در یک فصلش بودم اگر خدای بخواد فصل جدید روش باز هم اگر نیاز بود حضور ما در برنامه خواهر خواندم بود. بود مول فعلا میتونید شما بیننده برنامه ما از طریق نیمه روز باشین عزیز دیگر ما که پیام گذاشتن گفتن سلام روزتون بخیر موسی اکبر اکبری هستم از ترکیه تشکر موسی جان از اینکه برنامه ما رو مشاهده میکنین آرزو میکنم شما هم در ترکیه لحظات اوقات خوب خوش هست خوشبختانه این وقتا تعداد زیاد از هموطنان ما از ترکیه پیام میفرستن و زندگی کردن در ترکیه هم فکر کنم بسیار خوب شده ولی به هر لطیف الله عزیزی هم گفتن سلام علیکم و رحمت الله و برکات تماشا داریم از عربستان سعودی تشکر زنده باشین که از عربستان سعودی هم بیننده برنامه داریم ما همچنان از دیگر نوشکن سلام به عربستان سعودی بر تشکر قادر که از عربستان سعودی باز هم بیننده برنامه ما های زیادی پیام فرستادن شمس جان امید هم بود. سلام علیکم بانوی محترمه بعد از ظهر بخیر از ولایت تخار تشکر بعد از ظهر شما هم بخیر خدا در تخار هم خیر خیریت باشه و زندگیتان به کامتان باشد همچنان قادر جان گفتن سلام نیمه روز بخیر قدیر جان البته گفتن سلام نیمه روز شما بخیر قدیر خندان از یالات کابل تشکر زنده باشین واقعا کابل هم ایالات است و خیلی زیبا هم است تشکر از شما هم بینده بعدی ما گفتن سلامونه و نیک... نیکی هیلی مو و منی سمیر شینواری جرمنی هواد تشکر زنده باشین از جرمنی سمیر جان با ما پیام گذاشتن بین ما کمی در قسمت خواندن پشتو خدا کنه که اشتباه نکنم اگر چیز زیاد کوشش میکنم اما تشکر از شما آقای احمدی هم گفتن سلام نیمه روز شما بخیر و از هم هموطنان عزیز ما تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما هم نوید جان گفتن سلام عاشق بچه تنها هم گفتن سلام خوبی تشکر زنده باشین مصطفی جان حکیمی هم گفتن یک سلام اگر مخصوص مردم هرات باستان آرزو میکنه که مردم هرات باستان هم مخاطب ما باشن و سلام شما را گرفته باشن بدون تردید که مخاطب هستن و سلام شما را گرفتن بیننده بعدی ما اسمت جان گفتن سلام خوبی اسمت لا هستم از ایران تشکر اسمت جان خوب هستیم خدا کنه شما هم در دیار هجرت خوب باشین و زندگی بکامتان با باشه و از لحظات زندگیتان لذت ببرین حمید الله ظریفی هم گفتن سلام علیکم ترکیه البته اینا در ترکیه هستن و از ترکیه پیام گذاشتن بیننده بعدی ما گفتن سلام بعد از ظهر شما بخیر از کابل زنده باشین حبیب جان که از کابل هم بیننده ما سن بیننده بعدی ما گفتن سلام آروین از بلژیم ظهر شما بخیر ظهر شما بخیر آروین جان تشکر که پیام گذاشتین محبت گفتن سلام علیکم و رحمت الله و برکات روز بخیر و علیکم السلام و رحمت الله و برکات روز شما هم بخیر خرسند هستم که با ما هستین محمد جان هم گفتن سلامون او نیکیلی تشکر سلامای ما را هم پذیرا شوید حاجی صاحب هم گفتن سلام بعد از به بخیر تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما گفتن سلام خواهر گلم نیمروزتان بخیر تشکر زنده باشین و همچنین بینده بعدی گفتن سلام سونیتا خوب هستی چطور هستی چاش چی خوردی از جاپان از شهر توکیو بسیار سرد است اگر راست بگم و دروغ نگم ولی چاش چیز نخوردیم بعد از اینکه از لایف خلاص شدم حتما چیز خاط خوردم و خوب هستم شکر برنامه هست میگذره امید از که شما هم خوب باشین بینده عزیز و به عنوان آخرین پیام از حکمت الله کریمی هم میخوانیم گفته از سلام علیکم تشکر زنده باشین پیام های زیاد دریافت کردیم و یک پیام دیگر هم میخوانیم و بعدا خدافیزی میکنیم بیننده بعدی مقدس سلام و احترامات تقدیم از بنده بیننده برنامه همیشگی شما سمیر شینواری سمیر جان تشکر از اینکه همیشه بیننده برنامه ما هستی یا برنامه نیمه و برنامه های شبکه جنر تلویزیون آریانا بازم بیننده برنامه های ما باش و تشکر میکنم از اینکه مخاطب خوبی هستی و همیشه با ما همراه هم کلام هستی تشکر میکنم از تمام شما مخاطبین نهایت از این صفحه فیسبوک شبکه جنر تلویزیون آریانا که با ما همراه هم کلام هستین و ما هم همیشه کوشش میکنیم با شما همراه هم کلام باشیم مثلا کسانی که دور از وطن هستند و در دیار و غربت است. کوشش لحظاتی لحظات از طریق صفحه فیسبوک با اونا مخاطب شیم تا مو دوری وطن احساس نکنن و لحظات خود در وطن عزیز خود افغانستان است کنن اگر چی ماجرت ها و مشکلات ها هست زندگی هست اگر بالاخره باید ما در هر گوشه از دنیا که هستیم خدا خوش نگه داریم و صفحه یوتیوب ما را همچنان فراموش نکنیم بینید ما گفته بود که در صفحه یوتیوب برنامه شما نیست هست در صفحه یوتیوب شبکه جنو تلویزیون آریانا رو شما سری بزنید به صفحه یوتیوب ما حتما و سابسکرایب کنید و همچنان شیر بسازین با دوستانتان و برنامه ما رو بینید باشین اگر نمیتونید از طریق تلویزیون مشاهده کنید حتما از طریق صفحه فیسبوک یا یوتیوب بیننده برنامه نیمروز و سایر برنامه شبکه جنرال تلویزیون رو باشین از اینکه من همراه بودین و لحظات زیبا